تو هر شغلی وارد سینما میشین باید عاشقانه دوستش داشته باشین، باید عاشقانه تحقیق کنید، ریسرچ کنید، بگردید، بخونید. 7 روز پشت سر هم در یک کارگاهی شرکت کردم، اون هم با اساتید متخصص و به هر حال شناخته شده سینما. صاحب نام هستن، کارگردان، فیلم بردار، بازیگر، صدا بردار، فیلم نام نویس. برای شناخت هنر سینما و همه زیر مجموعه های تخصصی که داره، با آدم هایی که در رشته های خودشون کار تخصصی کردن، با پی او وی های متفاوت، یه سری آدم های حرفه‌ای کنار همن و اومدن توی فضای دوستانه و صمیمانه و حرفه‌ای کنار هم بتونن یه کار مفید بکنن و همه میخوان این براشون یه رزومه خوب باشه. با کسانی آشنا میشن که عمرشون تو سینما بوده. محک بسیار بزرگیه که بشه یک علاقمند به سینما رو یک هفته‌ای آموزش تخصصی داد. هنرجوها بتونن این نگاه‌های متفاوت رو کنار همدیگه قرار بدن و بتونن خودشون در طول زمان آروم آروم و قدم به قدم به نگاه برسن. به عبارت یک مدرسه فیلمسازی در تایم کوتاه. شاید تایم محدودی باشه، اما برای کسایی که سالهاست تو این زمینن، دارن فکر میکنن، دارن کار میکنن، دارن تلاش میکنن که به اون سطح حرفه‌ای تجاری بازار سینما برسن، جوابگوی خیلی از سوالات جوان ها باشه. جز معدود جایی تو دنیاست که این کار رو براشون انجام میده. اونجا که من میدونم برای اولین باره که در غرب کشور کلاسایی با این شکل با نگاه تخصصی به مقوله سینما داره برگزار میشه. فرصت مقترم هست، فکر میکنم که تجربه جدیدی هم برای حداقل خود من باشه. حالت خلاقیت و در این حال پرکتیکال، یعنی کار عملی انجام میدن. این شانس رو من و امثال نسل من در پایتخت هم نداشتم. کارهای تئوری تو دانشگاه انجام میشد، بعد هر کسی جذب یه پروژه میشد. آیا میتونست خودش رو تو اون چند تا پروژه حرفه‌ای مطرح کنه یا نکنه؟ سالها میذشت تا بتونه این مسیر رو طی کنه. حالا این 10 روز میتونه 10 سال آدم ها رو جلو بندازه. نتیجه یک هفته آموزش رو در قالب یک فیلم و یک اثر از خودشون به جای خواهند گذاشت. این بهترین فرصت برای هنرجو هست در سراسر ایران که بتونن در این کلاس ها شرکت کنن و با عناصر سینما آشنا بشن. یعنی به عنوان یک سرمایه ملی میتونیم بهش نگاه بکنیم و این سرمایه گذاری در بخش ملی رو به هیچ عنوان کوتاه بهش نگاه نکنیم. امیدوارم این شانس ادامه دار باشه برای همه شهرستان های ایران.